با اخبار یک شنبه 19 تیر ماه از رسانه سبز ایران همراه شما هستیم. و اما مهمترین عناوین این بخش خبری: بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی آزاد شده در مورد وضعیت زندان‌ها، درخواست 360 تن از فعالان سیاسی برای رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه به پرونده فوت حاله صحابی و خدا صابر، ابراز نگرانی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران به افت خدماتی پزشکی در کشور، و درخواست حامیان رهبری برای بازداشت و برخورد با محمد رضا خاتمی به دنبال اعتراض به عملکرد سیاسی سپاه. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا. با اخبار یک شنبه 19 تیر ماه در خدمت شما هستیم. جمعی از زندانیان سیاسی آزاد شده درباره وضعیت زندان‌ها و زندانیان سیاسی بیانیه ای صادر کردند. به گزارش کلمه، جمعی از زندانیان سیاسی آزاد شده در افشای پروژه مسئولان قضایی و امنیتی با اشاره به اینکه رسیدن به سرمنزل رهایی از مسیر آگاهی عمومی جامعه می‌گذرد، در بیانیه‌ای با انتشار بخشی از آنچه در زندان‌های به اصطلاح امنیتی حکومت می‌گذرد و آن را قصد جان حکومت نسبت به جان زندانیان سیاسی بیمار نامیده، امید دارد به هدف آگاهی تا رهایی کمکی هرچند اندک نموده و دین کوچکی به همبندیان سابق خود ادا کرده باشد. این زندانیان که خود مدت‌ها در بندهای سیاسی زندان‌های مختلف ایران اسیر بودند، از رسانه‌های سبز و حقوق بشری و نیز آحاد جامعه به خصوص خانواده‌های زندانیان سیاسی درخواست کردند جهت پاسداشت جان درگذشتگان در زندان‌های کشور و به ویژه ادای احترام و بزرگی آخرین جانباخته ایستادگی در برابر ظلم که مرگش همچون نمادی ماندگار از آزادی خواهی و ظلم ستیزی در تاریخ ایران زمین خواهد بود و درخشید و جهت به خاطر ماندن تمام این روزهای تاریخی و حماسی، نام بند 350 اوین را از این پس به بند شهید هدا صابر بنامند و این نام را آنقدر تکرار کنند تا روز موعود، روز به ثمر نشستن همه این مجاهدات، روز رهایی به جای بند و زندگی به جای مرگ، تا روز غلبه آزادی بر استبداد در ایران زمین. در بخشی از این بیانیه آمده است: ترجیح مسئولان مرگ به ظاهر طبیعی زندانیان در اثر بیماری، اما به واقع آمدانه و ناشی از عدم رسیدگی به وضعیت آنهاست. 360 تن از فعالان سیاسی خواستار رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه جانباختن حاله صحابی و خدا صابر از سوی مسئولین امر برای کشف حقیقت و جلوگیری از تکرار آن شدند. به گزارش جهست، در 40 روز درگذشت مرحوم مهندس عزت‌الله صحابی، 360 تن از فعالان سیاسی در بیانیه یاد او را گرامی داشته و ضمن ارج نهادن به 6 دهه مبارزه و تلاش بیوقفه آن فعال ملی مذهبی، خود را همسو با مش اخلاقی، سیاسی و منش انسانی وی خواندند. در بخشی از این بیانیه آمده است: ما امضا کنندگان این بیانیه 6 دهه مبارزه و تلاش بیوقفه مهندس عزت‌الله صحابی برای سربلندی مردم و میهنش را از صمیم قلب پاس می‌داریم و خود را همسو با مش اخلاقی، سیاسی و منش انسانی او، علی‌رغم همه تکثر و تنوعی که اینک در جامعه ما و از جمله در حوزه‌های سیاسی و مدنی وجود دارد، گرانقدر و راهگشا می‌دانیم و فقدان او را به خانواده و دوستان و همراهانش تسلیت می‌گوییم. امضا کنندگان همچنین جانباختن مرحومان حاله صحابی و خدا صابر را تسلیت گفته و خواستار رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه جانباختن آنها از سوی مسئولین امن برای کشف حقیقت
و جلوگیری از تکرار آن شدند. در نشست مجمع عمومی سالانه انجمن اسلامی جامعه پزشکی کشور با بررسی مهمترین مسائل کشور نسبت به افت خدماتی پزشکی در کشور ابراز نگرانی شد. به گزارش نوروز شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند که پرونده افتخار آمیزی در زمینه بهداشت و درمان وجود ندارد و رتبه جهانی ایران طی چند سال گذشته کاهش یافته است. دکتر ظفرقندی با اشاره به محدودیت‌هایی که در دو سال اخیر برای فعالیت تشکل‌ها اعمال شده است گفت با این حال فعالیت‌های انجمن متوقف نشده و در هر زمان لازم بوده اقدام شایسته را انجام داده است. وی این اقدام‌ها را شامل همکاری با جبهه اصلاحات و نیز حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی جامعه پزشکی کشور برشمرد. دبیر کل انجمن در ادامه با بیان اینکه تعدادی از خانواده‌های زندانیان از نظر مالی و معیشتی دچار مشکل هستند گفت یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که یک عده‌ای در زندان‌ها هستند که جرمشان آزادی خواهی و فهمیدن زودتر این مشکلات و نارسایی‌ها بوده است. آنها جرمی ندارند، اما ولو اینکه جرمی هم داشته باشند، آنچه که ما از اسلام میفهمیم این است که خانواده های آنها نباید سختی بکشند و باید به آنها رسیدگی شود و البته این وظیفه حکومت است، ولی آنها نه تنها اقدامی نمی کنند بلکه اگر بتوانند ممانعت نیز می کنند. به تأکید کرد خوشحالیم که بگوییم یکی از کارهایی که در جامعه پزشکی انجام می شود رسیدگی مالی و پزشکی و یا کمکهای دیگر است که دوستان با همت و علاقه انجام می دهند و این یک وظیفه انسانی است که باید انجام شود. باید وقت بگذاریم و همت کنیم. شرایط خوبی نیست. حامیان رهبری بازداشت و برخورد با محمد رضا خاتمی را درخواست کردند. در واکنش به نامه روشنگرانه سید محمد رضا خاتمی خطاب به فرمانده کل سپاه و هشدار به وی پیرامون رعایت حدود دخالت‌ها و اقدامات سپاه و نهادهای نظامی در سیاست، علیرضا پناهیان عضو شورای مرکزی قرارگاه امنیتی نظامی موسوم به عمار این نامه را حتاکانه خوانده و مدعی شد این گونه تحرکات با هدف هجمه به اصل و کیان نظام صورت می‌گیرد. همزمان یک عضو شورای تعیین مواضع بسیجی دانشجوی دانشگاه تهران بزرگ ادعا کرد از دستگاه‌های انتظامی و نظامی و امنیتی و قضایی کشور می‌رود انتظار می‌رود که با محمد رضا خاتمی به عنوان یکی از افراد حامی و مؤثر در فتنه 88 برخورد قانونی کنند. سید محمد رضا خاتمی عضو شورای مرکزی و دبیر کل سابق جبهه مشارکت هفته گذشته در نامی خطاب به فرمانده کل سپاه پاسداران نوشته بود جناب آقای جعفری، شما نه قانونن و نه شرعن و نه عرفن و نه مصلحتن در جایگاهی نیستید که برای سیاسیون خط و نشان بکشید و برای آنها شرط تعیین کنید. به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، محمد رضا کاشفی عضو شورای تعیین مواضع بسیج دانشجوی دانشگاه تهران بزرگ نیز مدعی شد همان گونه که از نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشخص است این نهاد انقلابی وظیفه شرعی، قانونی و الهی حفاظت و پاسداری از انقلاب اسلامی را در تمام زمینه‌ها بر عهده دارد. سید محمد رضا خاتمی در نامه خود خطاب به فرمانده کل سپاه با اشاره کوتاه به دخالت‌های سپاه در امور سیاسی و انتخاباتی و سرکوب آزادی‌خواهان کشور و همچنین ادعاها و تهدیدات اخیر این مقام قضایی نسبت به فعالان جنبش اصلاحات خطاب به او گفته بود. نمی‌دانم جناب‌عالی را باید با چه سمتی خطاب کنم. فرمانده سپاه پاسداران، مسئول سازندگی کشور، مسئول فرهنگ و اخلاق جامعه، رئیس دولت یا رئیس حکومت نظامی؟